اگرچه ما به عنوان انسان همیشه مجذوب عملکرد مغز و دلایل رفتارمان بوده ایم، اما اوایل قرن بیستم بود که روانشناسی تجربی واقعاً کار خود را آغاز کرد. به مطالعات به دقت کنترل شده ای که محدوده وسیعی از مطالعات رفتاری تا پویایی اجتماعی و فرایندهای بیولوژیکی پیچیده ای که در مغز اتفاق می افتند را در بر می گیرد، روانشناسی تجربی می گویند که اطلاعات زیادی درباره انسان و درک عمیق تری درباره چرایی رفتار و عملکردمان می دهد. در این ویدیو از کانال یوتیوب آناناس تعدادی از مشهورترین و تفکر برانگیزترین آزمایش‌های روانشناسی که در قرن اخیر انجام شده‌اند را مشاهده می‌کنید. قبل از شروع به این نکته اشاره می‌کنیم که اگر به تازگی با کانال آناناس آشنا شده اید، حتما کانال ما را سابسکرایب و زنگوله را فعال کنید. از آزمایش‌های اجتماعی ساده تا الگوهای رفتاری پیچیده که کارهای ناخودآگاه را نمایش می‌دهند و مرزهای اخلاقی را تحت تأثیر قرار می‌دهند، این آزمایش‌های عجیب و غریب باعث می‌شوند تا درباره آنچه از خودتان به عنوان انسان می‌دانید بیشتر فکر کنید. شاید ما واقعاً کمتر از آنچه فکر می‌کنیم می‌توانیم خودمان را کنترل کنیم. آزمایش عروسک بوبو. آزمایش عروسک بوبو در سال 1961 توسط آلبرت بندورا برای عقیده خود مبنی بر این که همه رفتارهای انسان از طریق تقلید اجتماعی آموخته می شود تا اینکه از طریق عوامل ژنتیکی به ارث برسد انجام شد. او برای آزمایش و اثبات اینکه بچه‌ها رفتار یک مدل بزرگسال را کپی می‌کنند، شرکت کنندگان را به گروه‌هایی تقسیم کرد. یکی از آنها با بزرگسالی روبرو بودند که رفتار پرخاشگرانه نسبت به عروسک بوبو نشان می‌داد. دیگری با بزرگسال منفعل و مطیعی روبرو بودند که با عروسک بوبو بازی می‌کرد. و سومی یک گروه کنترل بودند که در معرض هیچ بزرگسالی نبودند. بچه‌ها به صورت جداگانه به اتاقی با اسباب بازی‌های مختلف از جمله عروسک بوبو فرستاده می‌شدند. به آنها گفته شده بود با اسباب بازی‌ها بازی نکنند، زیرا برای کودکان دیگر نگه داشته شدند. این برای افزایش سطح محرومیت و ناامیدی بود. بچه‌هایی که در مواجهه با مدل پرخاشگر بودند، رفتار پرخاشگرانه ای نسبت به عروسک بوبو داشتند، در حالی که گروه دوم حتی نسبت به گروه کنترل رفتار پرخاشگرانه کمتری داشتند. در میان بچه‌هایی که مدل بزرگسال پرخاشگر داشتند، پسران تمایل بسیار بیشتری به تقلید فیزیکی رفتار پرخاشگرانه بزرگسال نشان دادند. آزمایش همنوایی اش. آزمایش اش یکی دیگر از نمونه‌های مشهور انطباق اجتماعی در موقعیت گروه است. سوژه همراه با افراد دیگر در یک اتاق قرار داده می‌شد. به بازیگران قبلاً گفته شده بود که چطور پاسخ دهند. شخصی که آزمایش را انجام می‌داد، تصویری با سه خط شماره گذاری شده نگه داشته بود و از اشخاص داخل اتاق می‌خواست بلندترین خط را مشخص کنند. بازیگران فوراً پاسخ دادند که خط اول بلندتر است. آنها عمدن خط اشتباه را انتخاب کرده بودند و این خطا کاملاً واضح و آشکار بود. نتایج نشان داد که به طور متوسط 32% از سوژه‌ها در چنین موقعیتی همرنگ جماعت شدند و گزینه نادرست را تایید کردند و بار دیگر ثابت شد که افراد با وجود شواهد آشکار مقابل چشمشان باز هم ترجیح می‌دهند نظر دیگران را تایید کنند. وقتی بعد از آزمایش با آنها مصاحبه شد، بیشتر سوژه ها گفتند که واقعاً به پاسخ خود اعتقاد ندارند، اما از ترس مسخره شدن یا عجیب به نظر رسیدن نظر بقیه را تایید کردند. تعداد کمی از آنها گفتند به درست بودن جواب گروه کاملاً اطمینان دارند. ظاهراً افرادی که تایید کردند دو دلیل اصلی داشتند.
میخواستند همرنگ جماعت شوند و معتقد بودند که گروه بهتر از آنها میداند. آزمایش اثر هاله‌ای. این آزمایش در سال 1920 توسط روانشناس ادوارد سورندایک انجام شد که از دو افسر فرمانده خواست سربازان خود را بر اساس کیفیت‌های فیزیکی، هوش، مهارت‌های رهبری و کیفیت‌های شخصی ارزیابی کنند. هدف او این بود که ببیند چطور قضاوت فرد از ویژگی‌های یک نفر روی قضاوت‌های بعدی او از سایر ویژگی‌هایش تأثیر می‌گذارد. سورندایک کشف کرد که وقتی افسران فرمانده تصور خوبی از یک ویژگی سرباز به دست می‌آورند، این حس خوب روی ادراک آنها از سایر کیفیت‌های او نیز تأثیر می‌گذارد و برعکس، اگر فرمانده یک ویژگی منفی خاص از سرباز را برداشت کند، آن را به سایر ویژگی‌های او تعمیم می‌دهد. اثر هاله‌ای می‌گوید که تصورات مثبتی که افراد درباره یک ویژگی خاص فرد دارند، روی درک آنها از سایر کیفیات او تأثیر می‌گذارد. به طور مثال، اگر به نظر شما فردی از لحاظ جسمی جذاب باشد، می تواند منجر به درک مطلوبی از سایر ویژگی های او مانند سخاوت، صمیمیت، هوش و غیره شود. عکس این مطلب نیز صادق است. اگر تصور منفی از یک ویژگی شخص داشته باشید، دیدتان نسبت به سایر ویژگی های او نیز بد می شود. آزمایش سامری نیکوکار. در سال 1973 در دپارتمان الهیات پرینستون، دانشجویان در آزمایشی شرکت کردند که ظاهراً آزمایشی درباره آموزش و حرفه دینی بود. آنها در یک ساختمان پرسشنامه ای را تکمیل کردند. سپس به آنها دستور داده شد که به ساختمان دیگری بروند و در سخنرانی درباره مشاغل یا داستانی درباره سامری نیکوکار شرکت کنند. به شرکت کنندگان گفته شد که عجله کنند، اما با درجات مختلف. در راهشان به سمت ساختمان دوم، یکی از همکاران جلوی چشم آنها روی زمین افتاده بود و ظاهراً نیاز به کمک داشت. این آزمایش برای بررسی تمایل مردم به کمک بود و اینکه عوامل محیطی چقدر روی آن تأثیر می‌گذارند. اولاً محققان متوجه شدند که فرق چندانی نمی کرد که شرکت کنندگان به سخنرانی درباره مشاغل روند یا داستان سامری نیکوکار. هرچند کسانی که برای شنیدن داستانی درباره کمک می رفتند، تمایل کمی بیشتری به توقف و کمک کردن نشان می دادند. اما متغیر عجله به طور قابل توجهی با رفتار کمک کردن ارتباط داشت. هرچه شرکت کنندگان بیشتر عجله داشتند، کمتر کمک می کردند. در واقع تنها 10% از افرادی که در دسته پر عجله قرار داشتند برای کمک متوقف شدند. کسانی که کمتر عجله داشتند بیشتر کمک کردند. 63% از آنها برای کمک متوقف شدند. عجله به شدت و بسیار بیشتر از عوامل شخصی میزان کمک کردن را تحت تأثیر قرار داد. به نظر می رسد که عمل مهربانی کردن بیشتر از آنچه فکر می کنیم تحت تأثیر عوامل محیطی قرار دارند. آزمایش موج سوم. موج سوم یک جنبش اجتماعی تجربی بود که توسط معلم تاریخ دبیرستان کالیفرنیا ران جونز ایجاد شد تا توضیح دهد که جمعیت آلمان چگونه توانستند اقدامات رژیم نازی را در جنگ جهانی دوم بپذیرند. او در حالی که در کلاس تاریخ معاصر خود به دانش آموزان درباره آلمان نازی می گفت، دریافت که توضیح اینکه چطور مردم آلمان توانستند اقدامات نازی را قبول کنند دشوار است و تصمیم گرفت یک جنبش اجتماعی ایجاد کند و این موضوع را به صورت عملی به دانش آموزانش بیاموزد. جونز در یک دوره 5 روزه مجموعه تمریناتی را با تأکید بر نظم و جامعه در کلاسش انجام داد تا ویژگی‌های خاصی از جنبش نازی را شکل دهد.
وقتی این جنبش در بیرون از کلاس او هم گسترش یافت و بزرگ شد و تعداد اعضا به صدها نفر رسید، جونز احساس کرد که کنترل این جنبش از دستش خارج شده است. او دانش آموزان را متقاعد کرد که در یک راهپیمایی شرکت کنند که در آن نامزدهای انتخابات تشکل موج سوم از تلویزیون اعلام خواهند شد. دانش آموزان پس از ورودشان با یک شبکه تلویزیونی خالی مواجه شدند. جونز ماهیت واقعی این جنبش را به عنوان آزمایش فاشیسم به آنها توضیح داد و فیلم کوتاهی درباره اقدامات آلمان نازی برایشان پخش کرد. آزمایش فیسبوک. در سال 2012 فیسبوک بدون اینکه به کاربرانش اطلاع دهد، آزمایش بزرگی روی آنها انجام داد. این غول رسانه‌های اجتماعی به مدت یک هفته نیوزفیدی که 689,003 نفر دریافت می‌کردند را دستکاری و آنها را بر اساس محتوای مثبت یا منفی اولویت بندی کرد. سپس پست‌های جدید این کاربران را بررسی کرد تا ببیند آیا آنها تحت تأثیر خبرهایی که دریافت می‌کنند قرار گرفتند یا خیر. آنها متوجه شدند که این کار در فرایندی که سرایت احساسی نام دارد توانسته کاربران را شادتر یا غمگین تر کند. آنها در این تحقیق به این نتیجه رسیدند که احساساتی که توسط دوستان در شبکه‌های اجتماعی آنلاین بیان می‌شوند روی خلق و خوی ما تأثیر می‌گذارد و احساسات به طور مصری در بین کاربران و دوستان پخش می‌شود. آزمایش مادر جایگزین. هار هارلو در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 می‌خواست اهمیت عشق مادر را در سلامت کودک بررسی کند. او برای این کار مجموعه آزمایش‌هایی روی میمون‌ها انجام داد تا ببیند انزوا و جداسازی میمون‌ها در سال‌های بعد زندگیشان چقدر روی آنها تأثیر می‌گذارد. آزمایش میمون هارلو در نهایت اهمیت پیوند مادر و کودک را تقویت کرد. هارلو میمون‌ها را در نوزادی و 6 تا 12 ساعت بعد از تولد از مادرشان جدا کرد. سپس آنها را در یک اتاق با مادران جایگزین بیروح قرار داد که یکی از آنها از سیم و دیگری از چوبی ساخته شده بود که روی آن پارچه نرمی کشیده شده بود. هر دو جایگزین هم اندازه بودند، اما مادر سیمی هیچ سطح نرمی نداشت، در حالی که مادر حوله‌ای نرم و گرم بود. در آزمایش اول هر دو مادر را در مقابل میمون‌ها قرار دادند، بنابراین آنها می توانستند انتخاب کنند کجا بروند. مادر جایگزین سیمی می توانست به نوزادان غذا دهد. در آزمایش دوم میمون‌های نوزاد به دو گروه تقسیم شدند و انتخابی نداشتند که نزد کدام مادر بروند. پس از مشاهده میمون‌های نوزاد در گذر زمان متوجه شدند اگرچه نوزادان از مادر سیمی تغذیه می‌کردند، اما بیشتر وقت خود را صرف بغل کردن و مهربانی مادر حوله‌ای می‌کردند. این نشان می‌دهد که پیوند بین مادر و نوزاد تنها بر اساس توانایی آنها در تأمین نیازهای فیزیولوژیک نیست. علاوه بر این، نتایج آزمایش دوم نشان داد که در حالی که نوزادان دو گروه یک میزان شیر از مادرشان دریافت می کردند، نوزادانی که با مادر حوله‌ای بزرگ شدند، دلبستگی های عاطفی از خود نشان می دادند و در مواجهه با متغیرهای استرس‌زا رفتار طبیعی داشتند و وقتی احساس تهدید می کردند، به مادر حوله‌ای خود نزدیک می شدند و آن را بغل می کردند تا آرام شوند. نتایج برای مادر سیمی برعکس بود. آنها در مقابل محرک‌های یکسان نسبتاً متفاوت واکنش نشان می‌دادند. خودشان را روی زمین می‌انداختند، به جلو و عقب حرکت می‌کردند و برای آرام شدن نزد مادر سیمی نمی‌رفتند. آزمایش زندان استنفورد.
آزمایش زندان استنفورد تلاشی برای بررسی اثرات روانشناختی قدرت درک با تمرکز بر درگیری بین زندانیان و افسران زندانبان بود. این تحقیق در دانشگاه استنفورد در سال 1971 توسط یک گروه تحقیقاتی به رهبری روانشناس پروفسور فیلیپ زیمباردو و با استفاده از دانشجویانش به عنوان سوژه انجام شد. زیمباردو می‌خواست فرضیه‌هایی را آزمایش کند که بیان می‌کردند ویژگی‌های شخصیتی ذاتی زندانیان و نگهبانان عامل اصلی سوءرفتار آنها در زندان است. شرکت کنندگان به طور تصادفی نقش زندانی یا زندانبان گرفته بودند و محیط زندان هم شبیه سازی شده بود. با زندانیان مثل مجرمان رفتار می شد. وقتی زندانیان وارد زندان شدند، آنها را برهنه کردند، ضد شپش روی آنها پاشیدند، همه اموال شخصی آنها را گرفتند، آنها را بستند و زندانی کردند و به آنها لباس و رخت خواب مخصوص دادند و آنها را با شماره صدا می زدند. استفاده از شماره برای این بود که زندانیان احساس ناشناس بودن داشته باشند. بعد از گذشت چند ساعت از آغاز آزمایش، آنهایی که به عنوان نگهبان تعیین شده بودند شروع به آزار و اذیت زندانیان کردند. زندانیان را با توهین سرزنش می کردند، به آنها وظایف بی اهمیت و خسته کننده می دادند و به طور کلی آنها را خار می کردند. در کمتر از یک هفته برخی از نگهبانان از خود ویژگی‌های سادیستی نشان می‌دادند و هرچه می‌گذشت زندانیان را بیشتر آزار می‌دادند. زندانیان از نظر فیزیکی و احساسی شکسته شده بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که افراد نقش‌های اجتماعی که از آنها انتظار می‌رود را بازی می‌کنند، به خصوص اگر نقش‌ها مثل نگهبان زندان غالبی و کلیشه‌ای باشد. به نظر می‌رسید که این موقعیت است که موجب رفتار ظالمانه و سادیستی نگهبانان می‌شود، نه ویژگی‌های شخصیتی آنها. هیچ یک از شرکت کنندگانی که نگهبان شدند قبل از شروع تحقیق نشانه‌هایی از شخصیت سادیستی را از خود نشان نمی‌دادند. آزمایش گم شدن در بازار. آزمایش گم شدن در بازار یک تکنیک الغای خاطره است که نشان می‌دهد صحبت کردن درباره اتفاقاتی که هرگز نیفتاده، مثل گم شدن در بازار در کودکی، می‌تواند از طریق تلقین ایجاد شود. اولین بار جیم کوئن مطرح کرد که می‌توان خاطرات کاملاً غلط را به اشخاص الغا کرد. جیم مادر، خواهر و برادرش را به عنوان سوژه‌های آزمایش خود در نظر گرفت. او 4 دفترچه حاوی 4 روایت کوتاه که اتفاقات دوران کودکی را توصیف می‌کردند در اختیار آنها گذاشت و از آنها خواست در 6 روز آینده هر چیزی که می‌توانند درباره این 4 اتفاق به یاد بیاورند را با جزئیات زیر آن بنویسند. شرکت کنندگان نمی دانستند، اما یکی از این داستانها اشتباه بود و گم شدن برادر جیم را در یک مرکز خرید در 5 سالگی توصیف می کرد که سپس توسط یک فرد سالمند پیدا و به خانواده‌اش بازگردانده شده است. در این آزمایش برادر کوئن به طور ناخواسته جزئیات بیشتری را به این روایت دروغین اضافه کرد. در پایان آزمایش وقتی گفته شد که یکی از روایت‌ها دروغ بوده است، برادر کوئن نمی‌توانست بفهمد کدام یک دروغ بوده و باور نمی‌کرد. لوفتوس این مطالعه را اثبات وجود برای پدیده ایجاد خاطره غلط می‌نامد و اشاره می‌کند که خاطره غلط در نتیجه ترکیب رویداد پیشنهادی مانند گم شدن در بازار با خاطرات موجود رفتن به بازار تشکیل می‌شود. به مرور زمان برای افراد سخت‌تر می‌شود که بین آنچه واقعاً اتفاق افتاده و آنچه تصور شده تفاوت قائل شوند و این خطاهای حافظه را ایجاد می‌کند. آزمایش آلبرت کوچولو.
این آزمایش بحث برانگیز در سال 1920 توسط جان واتسون و روزالی راینر در دانشگاه جان هاپکینز انجام شد. یک کودک 1 ساله به نام آلبرت روی تشکی روی میز وسط اتاق قرار داده شد. یک موش آزمایشگاهی سفید در نزدیکی آلبرت قرار داده و به او اجازه داده شد با آن بازی کند. در این مرحله هر بار که آلبرت موش را لمس می کرد، آزمایشگران با کوبیدن چکش روی یک میله فلزی پشت سر او صدای بلندی ایجاد می کردند. آلبرت با گریه کردن و ترسیدن به این صدا واکنش نشان می داد. بعد از چند بار تکرار این محرک ها آلبرت تنها با موش روبرو شد، اما به محض دیدن موش شروع به گریه کرد و دور شد. ظاهراً آلبرت موش سفید را با سر و صدا مربوط دانسته و موش که در اصل یک محرک خونسا بوده به یک محرک شرطی تبدیل شده و واکنش عاطفی شبیه به ناراحتی ایجاد کرده که در اصل نسبت به سر و صدا داده می شده است. در آزمایش های بعدی به نظر می رسید که آلبرت کوچولو واکنشش نسبت به موش سفید را عمومیت داده است. او با دیدن چیزهای خزداری مثل خرگوش، سگ پشمالو، کت پشمی و حتی ماسک بابا نوئل واکنش نشان می داد و می ترسید. آزمایش درماندگی آموخته شده. مفهوم درماندگی آموخته شده توسط مارتین سلیگمن در سال 1965 مورد بررسی قرار گرفت. کشف این مفهوم تصادفی بود و در یک سری مطالعات درباره تقویت منفی اتفاق افتاد. مطالعات بر روی سگ‌ها انجام شد و تلاشی برای توسعه تحقیقات پاپوف بود که وقتی سگ‌ها صدای زنگ را می‌شنیدند آب دهانشان راه می‌افتاد. سلیگمن می‌خواست این موضوع را از جهات دیگری بررسی کند. به همین دلیل وقتی زنگ می‌زد به جای ارائه غذا به سگ‌ها شوک الکتریکی وارد می‌کرد و برای اینکه آنها را در طول آزمایش نگه دارد با یک افسار می‌بست که نتوانند فرار کنند. پس از اینکه آنها شرطی شدند، او سگ‌ها را در یک جعبه بزرگ قرار داد که یک حصار کوچک آنها را به دو نیمه تقسیم می‌کرد. پیش‌فرض این بود که اگر او زنگ را به صدا درآورد، سگ برای فرار از روی حصار می‌پرد تا فرار کند. اما این اتفاق نیفتاد و سگ همانجا نشست. او تصمیم گرفت که دوباره بعد از به صدا درآوردن زنگ به آنها شوک دهد، اما سگ باز هم آنجا نشسته بود. وقتی آنها سگی را که قبلا شوکی به آن وارد نشده بود داخل جعبه قرار دادند و می‌خواستند به او شوک بدهند، فوراً از روی حصار پرید. همانطور که سگ‌ها از اولین بخش آزمایش آموخته بودند که هیچ کاری برای جلوگیری از شوک‌ها نمی‌توانند انجام دهند، در قسمت دوم هم تسلیم شدند و خودشان را به سرنوشت سپردند. این وضعیت را درماندگی آموخته شده می نامند، جایی که انسان یا حیوان برای خارج شدن از وضعیت منفی تلاشی نمی کند، زیرا گذشته به او آموخته است که درمانده است. کانال یوتیوب آناناس رو سابسکرایب کنید و با ما همراه باشید.